سلام برای بچه مارشالی، به چنل خودتون خوش اومدید. دوستان با گیم پلی دوم مپ اسکورچ ارث در خدمت شماییم و قرار ماجراجوییمون رو داخل این بازی جذاب با فاتی کماندو ادامه بدیم. بدون حرف اضافی بریم سراغ بازی. خب دوستان، داخل گیم پلی قبلی ما دو تا گورگ تیم کردیم، یه دونه پاروساو و دو تا راپتور و امروز قرار ماجراجوییمون رو ادامه بدیم. ساعت بچه‌ها تقریبا آره دیگه 6 صبح و داریم خودمون آماده میکنیم که هرچه سریعتر داخل این مپ اسکورچ ارث پیشرفت کنیم بچه ها. خب تو این فاصله تنها کاری که ما دیشب کردیم پاروسارو خودمون رو بچه ها براش یه دونه صدر ساختیم و حالا تو جمع کردن منابع دیگه حداقل میوه و این چیزا دیگه دچار مشکل نیستیم. پاروسارو میتونه به ما کمک کنه. خب از لحاظ جمع کردن میوه و اون چیزا دیگه مشکل نداریم بچه ها. حالا برای جمع کردن گوشتم که خب گورگ و با راپتور هم هست، فعلا یه مقدار وضعیتمون بهتره. فقط کاری که باید بکنیم باید از تایم روزمون استفاده کنیم بچه ها، چون گرما شروع بشه دهنمون سر میزنه. مثل گیم پلی قبلی که دیده بودین چقدر وضعیت خراب بود بچه ها. نارکوتیک هم که فعلا بریم آزادش کردیم، انگرامشو نارکوتیک آزاد کردیم، ولی ما گوشت فاسد زیاد نداریم. از داخل شکم دایناسورمون که این دایر ولف هست باید گوشت بگیریم، همه رو اسپلیت کنیم. یکی هم اینجاست تو شکم راپتورامون ببینم هست، تو این که فقط 3 تا هست، تو این هم که هیچ. خب بچه ها پس ما باید حتما دایناسور بکشیم امروز که گوشت بتونیم جمع کنیم. تازه داره روز شروع میشه و گرافیک خیلی خوبی هم داریم بچه ها. خب بذار چوبا رو بذاریم اینور، پشمو بره، هایت بره، فایبر. خب بچه ها یه مدار تچ میخوایم به خاطر اینکه برای درست کردن تبر اون چیزا نیاز به تچ و چوب اون چیزا داریم. خب و این تعمیر بشه، یکی هم اینجا داریم، این هم تعمیر میکنیم. خب بچه ها یه ویدیو کوتاه درست میکنم براتون در مورد همین دایناسوری که روی دوشمون هست. یعنی این با توجه بکنی این صدایی که داری میده یعنی که طوفان تو راه بچه ها، قرار طوفان بیاد، طوفان شن، و ما بابت این قضیه باید خودمون رو آماده کنیم، چون طوفان شن اگه تو هر جایی باشیم استامینامون عملا صفر میشه و نمیتونیم بدویم و به زودی قطعا این توفانشن رو میبینیم بچه ها. خب این داره به ما هشدار میده که حواست باشه داره توفانشن میاد. حتما اون ویدیو کوتاه رو درست میکنم براتون که قطعا به دردمون میخوره بچه ها، تو مدیریت کردن برنامه ریزی هامون و ماجراجویمون بچه ها. خب این رو بذاریم اینور، حتما باید یه دایناسور خوب تیم کنیم که بتونه مشکل آبمون رو برطرف کنه، که همون دایناسوری که روش کوهان داره خیلی گزینه خوبی میتونه باشه. خب اینا بره تو شکم همین دایناسور. اون کاکتوس هم که الان بهتون نشون دادم این میتونه مشکل تشنگی ما رو برطرف کنه بچه ها. هوا خیلی وضعیت، یعنی هوا حالتش خیلی عجیب غریب و داغونه. خب بچه ها توی نقشه نگاه بندازیم، ما الان اینجاییم، نم نم باید بریم و مسیر روبرو رو کشف کنیم، مسیر رودخونه پایین رو ببینیم که بریم به سمت جلو چی میتونیم پیدا کنیم. خب باید گوش جمع کنیم بچه ها و جدا از اون قضیه که گوش جمع کردیم باید گوشت فاسد راه بندازیم که بتونیم چی درست کنیم بچه ها، بتونیم تیر بیهوشی درست کنیم. این خوبه هم برامون. اوه 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 این چیه؟ اوه 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 این اینجا چی کار میکنه؟ جونمونو ببین چی کار کرد. یا اول فاس فرار 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 یا اول فضل در بریم، فعلا فعلا در بریم از این اتیکه.
پایینی داریم. جون گرگ منو گوس کرد. بریم اگه نیاد دنبال ما. خب دقیقا همینجا بود دیگه کثافت. بچه تایم صبح را افتادم خب، چون از این تو این در را آفتاب بیفته دیگه عملا کارمون زار میشه. هم دید اون پایین میاد بچه ها، همین که از بابت گرما دمش میخوریم بچه ها. بچه ها ما نیاز به تیم کردن این دایناسور داریم بچه ها. جلو چیه؟ کانگوروه. تاریکه، من دید کافی ندارم نسبت به این منطقه. خب کانگورو از همین مسیر بچه ها میریم. اینجا انتهای اون آب است. آبش خیلی تاریکه. خب بعد من یه مدار گامای بازی رو دست دادم بچه ها. بذارم گاما رو درست میکنم. بذار از یه تیکه بریم بیرون. بچه ها نگاه کنید، الان توی نقشه رسیدیم. بذار از اینجا بریم. به تقریبا نگاه کنید بچه ها، رسیدیم به این منطقه‌ای که دیگه رودخونه تمام میشه. ما هم تقریبا اینجاییم و باید دور تا دور این منطقه‌ای که رودخونه داره رو بررسی کنیم. میاد و جلوتر هم بریم نگاه بندازیم ببینیم که این منطقه در کل چه فرمی داره. کام تو فانکشن داره میاد بچه ها. اون سیاهی روبرو تو فانکشن بچه ها. همون چیزی گفتم فانکشن شروع شد بچه ها. دقیقا همون پیشبینی که حیوان رو دوشمون همون روباهه انجام داد. نگاه کنید فقط بچه ها، اسم این روبارم از شما خواسته بودم بچه ها. خب و دوست عزیزمون به اون گفت اسمش رو بذاریم فاکسی، معنی روبا که شبیه روبا هم هستی که بچه ها. خیلی وضعیت خرابه بچه ها. بعد یه مدار وایسیم تا طوفان تموم بشه. بچه ها مه و ابر رو بر نداشتم چون قطعا روی گرافیک این طوفانشن و اینا تأثیر میذاشت. به خاطر همین قضیه خواستم این وحشی بودن این مپ همچنان برامون حفظ بشه بچه ها. چه طوفانیه. ولی ما همچنان به راهمون ادامه میدیم بچه ها و شروع میکنیم به جمع کردن منابع. هم گوشت احتیاج داریم بچه ها، هم منابع حیاتی بازی. دایناسور هم داره بیوش میشه. به خاطر خستگی زیادش داره بیوش میشه بچه ها. از فعلا بهش استراحت میده. وای رد و برق رو ببینیم بچه ها. داستان دقیقا انگار خودمون توی این طوفانی. صدایی که از توی هدفون میاد بچه ها با تصویری که من میبینم دقیقا حس توی طوفان شنگیر کردن رو به من میده. نگاه کنیم بچه ها. یه لاشی اینجا هست. طوفان داره رد میشه. ببینیم چیه لاشی. چیه این؟ یان کیلو. عرشو مسیر آب بگیریم بریم جلوتر ببینیم چه خبره. جلوی درگیری هم هست ببینیم. ترور برد. خب بچه ها زیاد جلو نریم. ما الان
به اون مقداری که میخواستیم گوشت گرفتیم. خب تو شکم دایناسور اون بد بره، نمیاریم اینور. اسپیریت اول میکنیم گرگمونو قوی تر میکنیم. نرم بچه ها، بهتر برگردیم سمت بی، تیری بیهوشی بسازیم و با هوشیاری و یعنی دقت بریم جلو. علیکی بخوایم بیگدار با آب بزنیم هیچ اتفاق نمیافته. سری هاردکور که نیست بچه ها، میتونیم ماجراجویی کنیم، حتی اگه مردیم دوباره میتونیم ادامه بدیم، پس فشاری که به ما میاد کمتره بچه ها. بریم ببینیم بالا چه خبره. سکرن دوتا رو اصلا نمیدونم. خب بچه ها یکی دیگه از نشونه هایی که داخل این بازی از این حیوانی میتونی ما کمک کنی علامته، موقعی دومش رو به این حالت چکون میده و صدای جیغ در میاره، یعنی قرار رد و برق بشه بچه ها. دقیقا این موقعی صدا در میاره که رد و برق قرار بشه. خب بریم اون غروس انگیر بچه ها همین جا دیده بودیم دیگه، همین جا گمش کردیم. بود هنوز حیوان همون بچه ها قوی نشدن و همین باعث میشه که اب نداره. خب دایناسور همون اونجا سریع باید از رابتور همون استفاده کنیم. فقط باید زودتر خودمون به لبه سری رابتور میاد. سری رابتور میاد. منو چی کار داری تو عوضی؟ خب باید در داریم. کسافت بچه میگم این مپ خیلی وحشی، یعنی همین من توسعه اسپان شدم دهنتون سرویس. چجوری منو پیدا کردی؟ دوباره بچه این دیگه خداییش تقصیر من نیست، این مپ اینقدر وحشیه. سریع باید بریم هم گرگمون مرده، بعد بعدش اینه که این رابتور هم رفتن نزدیک بیس من رفتن. چه ایکلی هم داره. بریم سریع باید بریم فاتی رو بپوشونیم که از این وضعیت خارج بشه. دقیقا فاصله هم تا بیس اینقدر بود. خب بایستیم این گرگر رو بگیریم یا این دنبال هم همه تون بودیم بودیم. کجا منو کشتن؟ گرگم رو دقیقا همینجا کشتن. کسافت ها. آره این حیوانه گرگ خودم که این کیف گرگمه، بگیریمش. خب ببینیم جسد خودم هم پیدا کنیم. بیه این هم کیف خودم. خب بریم برگردیم یه این دنبال. مپش خیلی وحشیه بچه ها، یعنی با کوچکترین اشتباهی خیلی سریع میمیرین. فعلا بیایم اینجا.
شانسی که آوردیم دایر وولف سوار شدنش نیاز به سدل نداره بچه ها. بریم اینجا. خب گوشتای فاسد رو بذاریم. خب 20 تیر، 4 تا اینجا تیرم باید بسازیم بچه ها. خب برای ساختن تیر بیهوشی باید بریم اینجا، بیاریم پایین. خب تیر کمون، اوکی این رامش آزاد کردیم. برای ساختن این فلینت و فایبر و تچ، خب بیاییم پایین تر، 17 پیست آزاد کنیم، لباس ها رو آزاد میکنیم بچه ها. خب این از این چاه آب هم بچه ها داخل این مپ اسکورشش میتونیم بسازیم. حالا جاشو بهتون نشون میدم. قایق که عملا به دردمون نمیخوره. میام اینجا لیولمون بعد 24 لباس بیابونی رو بعد آزاد کنیم. وایسی این یه سرچ کنم دزرت. خب تو لول 28 آزاد میشه. ما بعد لول 28 بشیم تا بتونیم لباس دزرت رو بسازیم. الان لولمون 26ه و میتونیم بچه‌ها خودمون رو به اون لول برسونیم. 26 شدیم دیگه بچه‌ها. شدیم ایول. واتر بذاریم بالا. اینم از این. خب یه لحظه بریم اینجا اون لباس دزرت ببینیم چی میخواد. خب هایت سیلک داخل اسمیسی ساخته میشه. برای ساختنش هایت که مشکل نداریم، فایبر هم مشکل نداریم، نیاز به سیلک داریم. سیلک هم بچه ها یا بعد از اون پروانه ها بکشیم یا باید از گلایی که رنگشون بنفشه استفاده کنیم. خب جلو چیوچی درگیرن. با چی درگیرن شما؟ دهنتون سرویس. اوه این مپ خیلی وحشیه بچه ها. چی اینو کشت؟ اوه اینا کسافت اونه. بیوشی رو بگیریم بذاریم اینجا، این تیرا رو بدیم بهش. هرچی هست لیبلش باید بالا باشه. کجاست این عوضیه؟ بیا بیا. خب اوکی چندی تو؟ برای ساختن این لول 52 لولش خوبه. خب یه 10 تا اسپلیت میکنیم براش میذاریم تا این بخوره بچه ها. A few moments later. خب دوستان این ترور برز هم تیم شد. این اینجا اضافه کردیم بچه ها. فقط داستانی که داریم باید با خودمون رو سبکتر کنیم. رابطو توانایی حمله بار ما رو نداره. آره. خب بچه ها تو نقشه بریم یه نگاه بندازیم. این سمت رو که رفتیم دیدیم بچه، تا اینجاها تقریبا تا اینجاها رو دیدیم. بریم این سمت رو یه نگاه بندازیم. یعنی توی نقشه میشه رو به رو. خب همچنان وزن این راپتور ما زیاده، باید یه مدیریتی داشته باشیم روی این قضیه. جلو دوباره ترورورت هست، بعد با این رابطه رو اون فایت بدیم که لبرش بره بالا. لبرش هم بالا ایوه. اینجوری رابطه رو اون لبل میگیره. یه بدا ویت بهش بدیم. ویتش خیلی کمه.
اینجا هم که همون سمتی بود که رودخونه داشت دیگه، درسته؟ خب ما باید یکی از این دایناسورهایی که رو کوهانشون آب نگه میداره بچه تیم کنیم. اینجا دیده بودیم داخل گیم پلی قبلی. ببینیم چقدر خوش رنگ این پاراساوره دودوسوروس. ببینیم اینجا هست یا نیست. آره همینه، لیولش چنده؟ 36. یه بچه هم داره. خب این شد پسیف. حالا بریم میتونیم اینو بیروش کنیم یا نه. خب فقط باید همین ترفند رو بزنیم سری. و همین طرف هم باید جاخالی بدیم و بیوش میشه. سریتر. اون داره بیوش میشه. اون سمتی نرو جان مادر دیگه. سری راپتوره رو بگیریم. بودو بریم. اون یه بچه هم داره، اگه تیمش کنیم بچهش هم برای ما میشه. فقط کجاست؟ کجا رفت؟ اون برم که رابتور هست. کجا رفت این یه دقیقه؟ بیهوش نشده باشه. ای لعنت بهش. این سمت رو بریم ببینیم. اینا رو میزنیم بچه ها. یه دونه شون حداقل راحت میتونیم بزنیم. دمیجی که داره نسبت دمیج ما خیلی پایین داره. تعجبم که این دایناسور کجا رفت. خب بریم اون سمتی، اینو که گم کرده. بریم سراغ بعدی. کاش مادره رو میکشتیم بچه رو میگرفتیم. ها چه اشتباهی کردیم. خب اول مطمئن بشیم که منطقه امنه، بعد با خیال راحت بهش حمله کنیم. منطقه امنه. تو هم پسیوی. تو لول چنده؟ لول 36. بکنم همونه هستن. ایوه همونه. یه رابتور اینجاست. صدای رابتور میاد. خوام شو بابا بزو. خب سریع باید برای این یه دار میوه بذاریم. میوه زیاد نداریم. یه بچه هم داره دور برش. خب این سریع تیم میشه. مثل تقریبا تیم کردنش مثل استگوساروسه بچه ها. استگور چجور راحت تیم میکردی؟ فقط بیوش کردنش نمیداد داستان داشت. این دقیقا همینه. اینجا که فقط فایبر با ما میده. چرا فقط فایبر؟ دنبال میوه میگردم. اوکی ها بچه نها کنید. سیلک الان ما گرفتیم. ببینید دقیقا سیلک گفتم. گلای بنفش و گلای ارغوانی شبیه شیپوری رنگه. معمولا کنار آباس بچه ها راحت میتونیم پیداش کنیم. فعلا تونستیم یه مقداری جمع کنیم. با دستم بگیریم بهتر بچه ها.
خب بچه ها کلی آیتم جمع کردیم از همین گلهی که اینجا بود، بعد فکر کنم هلوش 200 خوردی سیلک جمع کردیم فکر میکنم. آره 248 جمع کردیم، خیلی زیاد از این گلها اینجا داشت و همین خب کار ما رو جلو انداخت. حالا میتونیم برای ساخت لباس ازش استفاده کنیم که خیلی خوبه. بچه ها چند تا از اینو بهش بدیم تا این دایناسور تیم بشه که تقریبا نصف بیشتر تیمش پیش رفته. ما یکم جلوتر بریم، تیری بیوشم 45 تا دیگه بیشتر نداریم. جلو چیه اون؟ آه کانگوروه. جلو هم که این وقت پاراساوره. این گلای از این گلای اینجا زیاد هست بچه ها. نه دیگه بیا بالا دیگه جان مادر آفن. بچه ها اسمش سخته، میزنی همون دایناسور مورلا. خب دایناسور مورلا بیم صدرش تو لول چند آزاد میشه. یه نگاهی به این رام ها بندازیم، باید تو همین لول های خودمون بشه دیگه. مورلا تو لول 11 چیز خاصی هم نمیخواد. هاید 140 تا 30 تا وود و 80 تا فایبر داخل تو دستمون هم کرافت میشه. 140 تا هاید بریم اینجا دارم، 140 تا ندارم ولی تو بیس هم دارم. منتظرم که این دایناسور هرچه سریعتر تیم بشه بعد بریم سمت بیسمون تا براش یه دونه سدل بسازیم. بچه این دایناسور مورلا داره تیم میشه، تقریبا 92% و 9% تیم شده. فقط داستانی که هوا خیلی گرم شده پایین، تصویر ببینین هم فوق رو دمش کنیم، همون افکتی که باعث میشه دید ما خیلی بدجوری بشه داره به وجود میاد. باید هرچه سریعتر بریم سمت بیس، اسمیسی رو بسازیم بچه ها، اون لباس دزرت رو بسازیم که باعث میشه تو طوفان شن و توی گرمای زیاد ما دیدمون بهتر بشه. بچه ها لبلش هم که 36ه، 17 تا لبل هم بعد از اینکه تیم شد میگیره و اینم به دردمون میخوره. نکته جالب اینه که بچه ها بچه هم داره اینجا، ما این بچهش هم میتونیم تیم کنیم. سریع بچهش هم بگیریم. خب این بچهش هم شد برای ما، اوکی شد. پس الان ما دو تا مورلا داریم، یه دونه هم نداریم، دو تا داریم. خب میوه داریم این و بیا شما فعلا بیا این و برو تو شکم بچه. بچه نمیره خویه، عوضی هست اینجا قایم شده برای ما. خب بچه سریعتر بریم سمت بیس ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. شما بیا همین بیاییم دنبالم، مرافتر اون باید بره. بچه داری میاد، باید بیاد دیگه. آره بچه هم داری میاد. خب بچه هرچه سریعتر باید بریم. بچه ها توفانشن دوباره شروع شد، همون پیشبینی که اخ 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 چه رد و برقی. هرچه سریعتر بریم داخل بیس. بودو خیلی توفانش بدجوریه، سریع باید لباس رو بسازیم بچه ها. ایوه سریع سریع سریع، این شرط سخت با این دوتا دایناسور ما چجوری بخواییم بریم سمت بیس؟ چقدر شرایط سخت شده، این راپور هم واقعا نمیشکم، خیلی به ما کمک کرد. بچه ها بلا فاصله دیدتون کم میشه، دایناسورتون استامینش میاد پایین و خیلی سخت میشه تو اون شرایط ادامه دادن. اندامونم که اینجا خوبا همه سالم هم بچه ها. همینجا ما میریم داخل بیس، اینجا رو استوب میزنیم. خب از تو شکم پاروساورمون میوه داشتیم بیاره، تو شکم این بچه میذاریم چون بچه قطعا غذای بیشتری میخواد. او بالغی اون بچه هست درسته؟ تی تی و تو تی تی اوکی. شما همینا رو بخوریم بچه ها. ما توی این فاصله بچه میریم سمت داخل بیس ببینیم برای اسمیسی چی میخواییم. 20 هاید 50 تا استون متالینگا. پس اولا فورگ رو بسازیم و برای فورگ هاید میخواییم، وود میخواییم، استون زیاد میخواییم و وود.
هایت که داریم، فلینت هم داریم. بچه ها استون زیادی میخواییم. حداقل تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که استون جمع کنیم دیگه. بزنیم، این میزنیم ببینیم چه خبره دیگه. A few moments later. بچه ها طوفان تموم شد، تنها کاری که تونستیم بکنیم این بود که فورگ رو ساختیم دیگه. هرچه سریعتر یعنی فورگ رو ساختیم. فقط برای ساختن اسمیسی ما نیاز به ادامه ودو بگیریم. ما برای اسمیسی نیاز به متالینگات داریم، متال ذوب شده، و ما فلز اصلا نداریم. صندل موریلا رو ساختیم. ببینم تو لول چنده؟ بایستایی یکیشون بچه بود دیگه، لول 37ه، اون لول 56، اون مادر است. میایم این قسمت، اکسیژن، فود، واتر. آها واترش میتونیم زیادتر کنیم. جالبه، اتفاق جالبیه که برای این دایناسور وجود داره. بچه همچنین اون داشتیم گلای کنار رودخونه رو میگرفتیم، پلنت وای هم بذرش رو گرفتیم، بعدا میتونیم بکاریمش، به دردمون میخوره. بچه ها سیلک، سیلک هم داریم به عنوان منابع. فقط داستانش اینه که خب صدلش بذاریم روش. این هم دایناسور موریلا. بچه ها دایناسور یکی بزن ببینم میتونه برامون چی جمع کنه یا نه. تچ که نمیدونم جمع میکنه یا نه. تچ میتونه جمع کنه، خوبه. میوه هم میتونه جمع کنه، اوکیه. وزن خوبی هم میتونه هم کنه. بچه ها خب پس مشکل تچمون هم برطرف شد. وود رو نمیدونم بچه ها میتونه بزنه یا نه، الان با هم چک میکنه. بذار ویتش رو ببرم بالا. این کاکتوس ها که بچه ها برای تشنگی، برای رفع تشنگی خیلی به دردتون میخوره. هر موقع تشنتون شد بخورینش، آب بدنتون رو تعمیر میکنه. خب بریم جو ببینیم وود میتونه بزنه. بله وود هم میزنه، خیلی کم. تو وود ضعیفه، تو وود ضعیفه بچه ها. یعنی به عنوان جمع کننده وود نمید روش حساب کنید. دانستان خیلی خوش ساخت یا ببینم. با دستش ضربه میزنه، اونم که شاخ میزنه، دو نوع حمله بیشتر نداره بچه ها. خب اینم بیاد این قسمت، ما رابطانمون بگیریم بریم ادامه ماجراجویمون. بچه ها الان ساعت چنده؟ ساعت تقریبا 12، کلی وقت داریم بچه ها. خب بلا بلا ببین جلو چه مهی شده، اصلا یه مه عجیب و غریبی شده بچه ها. من واقعا دارم لذت میبرم از این همه گرافیک و اون همه آب و هوای مختلفی که داخل این مپ گذاشتن. خیلی مپ رو جذابتر کرده بچه ها. طوفان آفتابی داره، بارندگی داره، رعد و برق و حالت طوفان شن داره. دیگه عرض کنم خدمتتون که هوای مهالود داره، خیلی جالبه. بهتر اول آب بخوریم قبل از اینکه بریم بالا، چون آب داخل اینجا خیلی حیاتیه. بریم بالا ببینیم چه خبره. بالا قطعا دایناسور خطرناک داره، وحشی داره، و ما باید براش آماده باشیم. بریم ببینیم چه خبره. خب بریم بالا. دقیقا انگار توی بیابون واقعی هستیم بچه ها. واقعا دارم کیف میکنم. خشن. بعد نور دائما داره چشاتون رو میزنه. یه خبری از اون شفافیت مپه بچه ها. چی نیست؟ مپه ایسلند هر جا بریم میبینی که یه شفافیت خاصی داره، خوشگله، منظره های باحال داره. اینجا حتی میخوای اسکرین شات بگیریم بچه ها برای عکس چی؟ ببینید کلن خشنه. و جالب اینه که اینجا رو نگاه کنیم بچه، اون مهی که اومده دقیقا این منطقه است، قشنگ مشخصه. طوفان نزدیکه، طوفان داریم میاد بچه ها. این حیوان علکی اینجوری نمی کنه. خب اون برم این صدا در میاره، قرار رد و برق چیزی بشه، دومش رو به این حالت در میاره.
بریم اینا رو بزنیم. هم گوشت میگیریم بچه ها، هم چیتیم. البته گرگ راحت تر و بیشتر چیتیم میگیره. بریم یه نگاهی به دور و بر بندازیم. بچه ها جلو را این نگاه کنید، هوا خیلی گرمتره و اون سمت هوا خیلی گرمتره. باید بریم اون سمتی ولی الان نمیتونیم بریم. بریم نگاه کنیم دقیقا. آره دیگه رودخونه توی نقشه هم اگه بخوایم نگاه کنیم نرفتیم. بیسمون هم که اینجاست، اینجا رو دیده بودیم. ارتفاعی هم داره، هوا هم گرم شده شدیدن. جلو یه گرگ هست، یه دمیجی هم داره، یه بچه هم داشت. بله خود بریم دنبال بچهش، داشتن بچهش هم بد نیست. داره میکنه دست ما داره فرار میکنه. بدترین موقعی که از دایناسوری که مزیش بدن میاد ترور برد، بدترین شرایط میاد به شما حمله میکنه. چون دایناسور هم نیست شد. سری سری خب اوکی سری تو شکمت باید گوشت بذاریم، گوشت به مقدار لازم. راپتوره داره یا دو تا چهل تا بشه. گرگم که داره دنبال اون میاد. اوه 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 فرار کن فرار کن فرار کن فرار کن. یا اول فست بودو 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 کسافت بودو. بچه گرگ اومد یا من اینجا. بچه این صخره است، اینه کسافت. نگاه کنیم فقط کسافت. بودیم 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 بودیم. فقط گرگه رو کشتن داد، دوزش کرد. چقدر خفن ساختنش بچه ها. دقیقا گلمه بچه ها. یه گلمه واقعی. ام نر برمیگردیم یک بار دیگه، میخوایم کم برزیم اینو جاشو فقط بلد باشین. بچه این با توپ تیم میشه. وقتی ضربه میزنه خیلی با موقته. بهتر بچه فرار کنیم. خودم هم کرم دارم میدونی بچه ها. خب دنبال یه راهی باید باشیم که بتونیم بریم پایین. همه سمت بیابونه و هیچ راه فراری وجود نداره بچه ها. هیچ منطقه سرسبز و هیچ منطقه حاصلخیزی هم نیست. همینقدر که کنار آب بچه ها یه مقدار وضعیتش بهتره. خب بریم سمت بیسمون که اون سمته. ببینیم سیکرت نوت. بله اولی سیکرت نوتی که بچه من پیدا کردم داخل این بازی. چقدر خوشگل شبیه ارامس. جالب اینه که خود چی هم دقیقه من ارامس بود. اوکی دایناسورم الان باید لول گرفته باشه. میبریم بالا استامینشو و میریم. بچه ها اومدیم به سمت بیس، توی مسیر سنگای رودخونه رو زدیم، تونستیم 20 تا دونه متال گیر بیاریم. سری میذارمش ذوب بشه بچه ها. بعد عرض کنم خدمتتون که با ذوب شدن این میتونیم اسمیسی رو هم بسازیم بچه ها. مواد اسمیسی یه بار چک کنیم.
خب استون وود هایت، هایت که داریم، استون که داریم، وود هم داریم بچه ها. تا اون فاصله بریم آیتم ها رو جمع جور کنیم. خب حالا آیتم اون رو بزنیم داخلش تا باش بیایم چی بسازیم بچه ها؟ لباس ببینیم که اینه رو اوکی. کریستال میخواییم که نداریم، این هم میتونیم بسازیم. خب الان ببینیم لباسامون چه تغییری کرده. خب وضعیتمون بهتر شده بچه ها. این از این بچه ها قیافمون با این لباس اینجوری شده خیلی بهتره. فقط الان کریستال و سیلیکاپرل میخواییم که فعلا نداریم. ایراد نداره بچه ها. یه مرحله پیشرفت کردیم داخل این بازی و همین هم جای شکرش باقیه بچه ها. ولی آبلیست چی داره؟ نمیدونم چقدر از ما دوره، ولی حداقل یه سمت مپ رو شناسایی کنیم. تشنمون هم فعلا نیست. امیدوارم که تو مسیر خطری نباشه. قطعا هست. نمیدونم چقدر از ما دوره. تایم روز چنده؟ وقت داره. صدای راهتور از سمت راست میاد. خیلی کیفیت بازی عوض شده بچه ها. یعنی واقعا شاید تو ظاهر نشون نده، برای کسی که داره واقعا بازیش میکنه میفهمه این تغییرات ریز چقدر تو روند گیم پلیش تاثیر میذاره. فلزی که میخواستیم بچه ها اینجاست. اینا فلزه. ما باید حتما آیتم کلنگ فلزی بسازیم. بیایم این آیتم ها رو بزنیم که بتونیم فلز زیادی به دست بیاریم. علیکی با کلنگ های معمولی بخواییم بزنیم اشتباه. آبلیسک هم که اینجاست. بریم ببینیم دروبرش. خب چک کنیم دروبرش. منطقه آبی راپتور. خیلی مپش وحشیه بچه ها. بریم این راپتور ها رو بکشیم. دمیجش بالا. دمیجشون بالاست. دمیجشون بالاست. دمیجشون بالاست. همینطوری شما همه رو باید بکشید. همه رو باید بکشید. فرار 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 فرار. یا اول فرد چند تا این شما لعنتی ها. فعلا فقط باید فرار کنه. دارم دوستاش رو صدا میکنم. فعلا فقط فرار. من رو نجات بده. چقدر زیاد بودن. فقط بریم. اوف یهو گله‌ای داشتن میریختن سرم. خیلی مپ وحشیه بچه ها. اصلا عجیب و غریبه. بریم فرار کنیم. هنوز دایناسور همون اون چیزی که من میخوام نیستم بچه ها. هنوز اون قدرتی که باید داشته باشن رو ندارم. پاراسرا. پاراسرا تازه اینجا اسپان شد. من تازه دیدمش. آره دیگه پاراسرا های دیگه. لبل چنده؟ لبل 15. باید استفاده کنیم بچه ها. و
از یه جون دایناسور هم باید داشته باشن. هنوز جون داره، هنوز هم جون داره. سری سری ببرم بر آیتم ها. یکی دیگه داشتم، بیاد اینجا این تیر بدم بهش. برو 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 بره. اگرچه اون سمتی بره برامون دره سر درست میکنه. اون سم راپتور زیاده دیگه، باید بیوش بشه. ببینیم دقیقا داره. عجب صدایی داد. دقیقا همون سمتی که میخواستم بره رفت. خب خوبیش اینه که بچه ها میتونم یه صدر فلزی روش بسازم، بعد باهاش بیسمو جابجا کنم. خب که این خیلی میتونه به دردمون بخوره. الان تو شروع هم داشتم، حتی اگه باهاش فایت هم ندم، حتی کنار بیس هم باشه، به مرور لول میگیره، خیلی غنیمت میشه برامون. هوا داره بد جو داغ میشه. دیدمون هم پایین صفحه اگه نگاه کنید داره تیره و تار میشه. دقیقا دیده اون داره تیره میشه بچه ها. بچه ها دایناسور پاراسلامون تیم شد، لیبل سیداد بالا نبود، راحت تیم شد بچه ها. حالا وقتش که سریع بریم سمت بیسمون. بچه ها نها کنید دیگه، هوا هم اونقدر گرم شده دیگه دیدمون خیلی پایین اومده، دقیقا جلوی خودمون رو نمیتونیم ببینیم. پایین هم که داره میاد، دمش گرم. از هرچه سریع تر خودمون رو به دایناسورمون برسونیم. جونش خوبه. بچه ها ببین الان جلوی پایین تصویر نکن، دید من خیلی کور و خیلی داغونه. خب بهتر از رابتور هم استفاده کنم. بریم سمت این آب پایین، یکم اگه تو آب برم ببینیم مشکل دیدم برطرف میشه یا نه. خب بریم اینجا، بریم اونور آب داشت دیگه، میخوام تست کنم چون برام مهمه این قضیه. خب بچه نگاه کنین، تو آب که اومدم دقیقا مشکل دیدم برطرف شد. انگار مثلا یه حالتی مثلا شن داخل چشتون بره و نمیتونین ببینین، دقیقا همون حالت میشه. خب این مشکلم برطرف شد. آبم یکم بخورم. اوکی بچه ها، مشکلی که داریم ما باید هرچه سریعتر آیتم های فلزی رو بسازیم. خب ما اونجا اگه بتونیم یک کلنگ بسازیم و بریم سمت اون آبلیسک، میتونیم اون سنگ فلز رو فارم کنیم و فلز هاش رو بیاریم. دوباره برگردیم کنار آبلیسک، فلز های اون منطقه رو هم فارم کنیم. این رو به جای این برای ساخت کلنگ، ایوه کلنگ هم میتونیم بسازیم، خیلی عالی شد. اینم بیاد این بر. خب دوستان تونستیم آیتمامون رو فلزی کنیم، فقط هرچه سریع تا یک پارت باید بریم دقیقا کنار همون آبلیسک، اون سنگ فلزه رو بچه فارم کنیم، بعد سریع برگردیم. یکیش همینه. A few moments later. دوستان سنگ فلز این منطقه رو هم زدیم، هرچه سریعتر بریم سمت بیس و شروع کنیم بذاریم داخل دستگاه فورک این سنگا ذوب بشن و آیتممون رو قوی تر کنیم. کراس بو باید بسازیم بچه ها و حتما باید دارستان دو دو سه روز تیم کنیم برای گیم پلی بعدی، آنکیلو تیم کنیم برای فارم کردن راحت تر متال، تا اینجوری قوی تر و حرفه‌ای تر بشیم داخل بازی. مپ اسکورچس بچه خیلی مپ سختیه و اصلا قابل قیاس با مپ ایسلند نیست. زنده موندن داخل این مپ، فقط زنده موندن داخلش کار حضرت فیله، چه مرسه به این که بخوای بری سراغ تیم کردن دایناسور عجیب و غریب، رفتن توی غارها، گرفتن آرتیفکت، همه و همه شون پرچالشه.
گیم پلی امروز هم فکر کنم خیلی طولانی شد، تقریبا من دو ساعت و نیمی دارم گیم پلی ویدیو رو ضبط میکنم و همین باعث شده که خیلی زمان ببره، همین باعث شده خیلی خسته بشم بچه ها.